سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان خواستار توقف بیدرنگ بازرسی خانه به خانه سوی نیروهای امارت اسلامی شده است. سفیر اتحادیه اروپا گفته که بازرسی خانه به خانه نگرانی های زیاد میان مردم ایجاد کرده و باید بیدرنگ متوقف شود. همزمان مارکوس پاتزل سفیر آلمان برای افغانستان هم با نگرانی از تلاشی خانه به خانه در کابل و ولایت های دیگر گفته که این کار شهروندان عادی به شمول کارمندان نهادهای جهانی را متاثر کرده. فرماندهی امنی کابل اما میگوید که این عملیات پر دستاورد بوده و در چند روز گذشته مقدار زیاد اسلحه از بخش‌های مختلف کابل به دست آمده است. بشیر احمد شیرزاد گزارش می‌دهد. واکنش‌های تند اتحادیه اروپا در مورد تلاشی خانه به خانه در پایتخت و ولایت‌های همجوار کابل. چهار روز پس از آغاز تلاشی خانه به خانه در کابل و چند ولایت دیگر، سفیر اتحادیه اروپا خواهان توقف بیدرنگ این عملیات شده است. وان براند سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان در صفحه تویترش نگاشته که ترس و وحشت، بازداشت‌ها و خشونت در برابر گروه‌های گوناگون قومی و زنان جرم بوده و باید بیدرنگ متوقف شود. عرب تفتیش خانه، دستگیری و خشونت علیه عضوهای اقوام مختلف و زنان جنایت است. باید فورا متوقف شود. با وجود جنگ پوتین ما شما را نیز زیر نظر داریم. چیری دست پلاتین د امنیت په مخه باندې وسی او دته خاص تدابیر ونیول سي. یعنی خزینه افسران دوی سره یې خلکو ته ستونزه جوړه نه کړي او په ډېر اسلامي طریقه او په مؤدب توګه او درناوی په توګه په درناوی کول د مالی د کور ته که دا کړنه ترسره سي او واقعا امنیت لاسته راسي او موږ وګورو چې تقریبا ځینې وسیلې لاسته راغلي دي. یک سلسله تشویش ها را به شهروندان پایتخت ایجاد کرده. باید موظفین امنیتی امارت اسلامی افغانستان تخصصی و مسلکی عمل بکنند. در غیر آن ناراضیتی های شهروندان در این راستا بیشتر خواهد شد. بازرسی خانه به خانه همزمان با پایتخت در ولایت های پروان، کاپیسا، قندوز و تخار نیز آغاز شده است. فرماندهی امنی کابل میگوید که عملیات تصفیه پر دستاورد است و این روند همچنان ادامه خواهد داشت. څلور روز په جریان کې د دولسم حوزې صرف د دولسم حوزې اړوند تقریبا یو سل لس میله اسلحه همدغه شانتې څو موټر ترلاسه شوي دي د دولت اړوند همدغه شانتې په نورو حوزو کې هم لاسته راوړنې لرو. دا چې څومره وسایط یا اسلحه مو نیولې ده یا مهم اختطافګر یا همدغه شانتې مهم غله چې موږ ترلاسه کړی دي چې کله هم د تصفیهوي عملیات بشپړ شي انشاءالله موږ به یې د رسنیو سره شریک کړو. تا کنون بخش های از حوزه های چهارم، دهم، یازدهم، دوازدهم و پانزدهم شهر کابل تصفیه و بازرسی شده است. شماره از شهروندان می گویند که این عملیات برای کاهش جرم های گوناگون در پایتخت مفید است، اما این بازرسی ها باید قانونی باشد. ما از امارات اسلامی خواهش داریم که مقصد این تلاشی ها میشه شروع شده، خانه به خانه میگردن، حداقل یک مقصد یک وکیل گذر یا امام مسجد کتش باشه که مقصد وشتوکا و سیاسرا یا طرف نخورن. باید اگر تلاشی صورت بگیره در رابطه از این باید خانمان در قاطشان باشن که تلاشی صورت بگیره خانه به خانه. در غیر از او این غیر قابل قبول است برای شهروندان کشور. یک مشکل بسیار کلان است. این در حالی است که امارات اسلامی میگوید که در جریان عملیات تصفیه تا کنون دو تن از بند آدم رو بایان نجات داده شده، ده ها تن به شمول چند عضو داعش بازداشت و مقدار زیادی از اسلحه و مهمات به دست آمده است.